خوش اومدین امروز به این جلسه پرسش و پاسخ با هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا. ما از ابتدای سال کاری که داشتیم، سال کاری اعضای هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا از می هر سال یا از حدود آخرهای می جون هر سال آغاز میشه به مدت یک سال. از همون ابتدا ما مطرح کردیم که اگر که دوستان پرسشی در رابطه با فعالیت‌های هیئت مدیره داشته باشن، همیشه میتونن که از طریق ایمیل با هیئت مدیره در تماس باشن. اما در اواسط کار قرارمون اولیه‌مون این بود که در 6 ماه بعد از انجام فعالیت‌های هیئت مدیره جلسه پرسش و پاسخ رو بذاریم که بتونیم پاسخگو باشیم به اعضا و نظراتی رو هم اگر داشته باشن نظراتشون رو بشنویم. متاسفانه روی 6 ماه این اتفاق رو نتونستیم انجام بدیم. یکی از دلایلش این هست که شهرداری در حال حاضر پروسه اتاق گرفتنش بسیار سخت‌تر از گذشته شده. تعداد سازمان‌هایی که الان هستن و در از این فضا استفاده می‌کنن، تعداد این سازمان‌ها بیشتر شده و برای همین خیلی سخت به شما جا میدن که بخواید از یکی از اتاق‌ها بتونین استفاده بکنید. به هر حال بالاخره به امروز رسیدیم. یه سری فعالیت‌ها و کارهایی هم بود که برای سرمون شلوغ، سرمون خیلی شلوغ بود با اونها و برای همین این قضیه رو به جای 6 ماه و 8 ماه انجام دادیم. من یک سری در واقع گزارش مختصری رو آماده کردم که از فعالیت‌های کنگره ایرانیان کانادا و هیئت مدیره در 8 ماه گذشته خدمتتون ارائه میدم. به هر حال کارهای زیادی انجام شده، فعالیت‌های زیادی انجام شده. جزئیات این توی این پرزنتیشن من توی این اسلاید ها خواهد بود. اسلاید ها به انگلیسی، صحبت های من به فارسی خواهد بود. به رسم همیشگی من از تعریف و یا معرفی کنگره ایرانیان کانادا آغاز میکنم. کنگره ایرانیان کانادا یک سازمان غیر انتفاعی، غیر مذهبی و غیر حزبی هست که سال 2007 شروع میشه، تأسیس میشه، آغاز به کار میکنه. هدف این سازمان طبق اونچه که در اساسنامه اومده پیشبرد اهداف کامیونیتی ایرانی کانادایی هست. ویژن و یا چشمانداز ما برای کنگره ایرانیان کانادا اینه که سازمانی رو بتونیم داشته باشیم که هم بتونه منافع، مشکلات و حقوق جامعه ایرانی کانادایی رو تأمین بکنه و پیش ببره و همین که بتونه در جامعه بزرگتر کانادا از این اصول اصلی که ما در کانادا داریم، ارزش‌های کانادایی مثل مالتی‌کالترالیسم، گوناگونی فرهنگی به طور کلی دفاع بکنه و نگهداری کنه. اگر بخوام میشن و یا وظایف کنگره ایرانیان کانادا رو در 4 سرفصل اصلی مطرح بکنم، تو این 4 فصل در واقع میشه خلاصه‌شون کرد. یکی بحث ادوکسیه، رایزنی سیاسی، تلاش سیاسی برای پیشبرد اهداف جامعه ایرانی کانادایی و یا منافع جامعه ایرانی کانادایی. دوم ادوکیشن، حالا آگاهی رسانی و یا اطلاع رسانی، هم به جامعه خودمون، جامعه ایرانی کانادایی، که چطور میتونه بهتر و بیشتر در به خصوص صحنه سیاسی اجتماعی کانادا شرکت و مشارکت بکنه، اطلاعاتی رو که در این رابطه احتیاج داره ما سعی می‌کنیم در اختیارشون قرار بدیم، و هم به جامعه بزرگتر کانادایی، مشکلات جامعه ایرانی کانادایی چه مواردی هستن، در رابطه با اونها بتونیم افکار عمومی رو آگاه بکنیم. مسئله سوم کامیونیتی بیلدینگ، فکر کنم یه معادله خوبی که براش استفاده میشه با همستان سازی باشه. در این بخش تمرکز ما روی یکی ارتباط گرفتن و نزدیکتر کردن سازمان‌های غیر انتفاعی و یا خیریه ایرانی کانادایی هست و به طور کلی تشویق اعضای جامعه ایرانی کانادایی به مشارکت در سازمان‌های مختلف ایرانی کانادایی که داریم در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی. و آخری بحث ایمیج بیلدینگ هست یا تصویر سازی، اگر حالا بخوام ترجمهش بکنم مستقیم، این که بتونیم تصویر جامعه خودمون، جامعه ایرانی کانادایی رو بر اساس دستاوردهاش، اقداماتش، خدماتش به جامعه کانادا در اینجا ارائه بدیم، تصویر مثبتی ارائه بدیم به جای اون تصویر متاسفانه منفی یا استریوتایپی که خیلی موقع‌ها رسانه‌ها سعی می‌کنن از جامعه ما و از اتفاقاتی که در خاورمیانه میفته بر اساس اونشون. من روی اسلاید های بعدی سعی میکنم رو هر کدوم از اسلاید ها رو یکی از کارها و فعالیت هایی که در 8 ماه گذشته انجام شده تمرکز بکنم.
بحث اولی بحث اولویت‌های کنگره ایرانیان کانادا است. یکی از مشکلاتی که فکر کنم در سال‌های گذشته وجود داشت در کنگره ایرانیان کانادا این بود که یک برنامه منسجم، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، همراه با اون اولویت‌هایی که سازمان بخواد به عنوان منافع جامعه ایرانی کانادایی که وظیفش هست پیش ببره اونها رو، یک همچه برنامه منسجمی برای کار وجود نداشت و خیلی در واقع به صورت روزمره وقتی که یه سری اتفاقاتی میافتاد تصمیم گرفته میشد تو هیئت مدیره که این مسائل رو بهش رسیدگی بکنن، جزء اولویت‌های جامعه ایرانی کانادایی و وظیفه کنگره ایرانیان کانادا هست و یا نه. امسال ما وقتی که کار هیئت مدیره رو آغاز کردیم، 3 ماه اول رو گذاشتیم برای اینکه بخوایم این برنامه رو فراهم بکنیم و اولویت‌های خودمون رو مشخص بکنیم تا بعد از اون کارها و فعالیت‌هایی که میاد رو بر اساس این اولویت‌ها بسنجیم. در این رابطه در هر سال به هر حال مثل هر سازمان، شرکت، سازمان غیر انتفاعی که وجود داره، این سازمان هم یک هیئت مدیره‌ای داره که از طریق مجمع عمومی انتخاب میشه. راه تصمیم گیری معقول و منطقی و قانونی در هر سازمانی همونطور که میدونین این هست که هیئت مدیره از طریق مجمع عمومی انتخاب و بعد اون افرادی هستن که خط و مشی سازمان و برنامه ها و اولویت های اون سازمان رو تعیین میکنن و پیگیری میکنن. در مجمع عمومی کنگره ایرانیان کانادا حداقل در طول 2-3 سال گذشته هر کدوم از حتی سالهای گذشته قبل از اون هم همین بوده، هر کدوم از اعضا که میخوان از طریق مجمع عمومی وارد به هیئت مدیره بشن برنامه خودشون رو ارائه میدن و مطرح میکنن که چه مسائلی رو میخوان که پیگیری بکنن. در امسال هم خب ما عین همین مسئله رو داشتیم و افراد برنامه خودشون رو در مجمع عمومی ارائه دادن. اما ما پروسه دیگه ای رو امسال به عنوان پروسه و روند مشورتی اضافه کردیم برای اولین بار توی کنگره ایرانیان کانادا، که کاری هست که سازمان‌های دیگه که در جوامع فرض بکنید در جویش کمیونیتی یا یوکرینین کمیونیتی به عنوان مثال، سازمان‌های دیگه غیر انتفاعی که برای اون جوامع فعالیت می‌کنند هم همچین کاری رو انجام بدن، یک روند مشورتی داشتن. ما از طریق این روند مشورتی در 3 ماه اول سال از جون سال 2016 به مدت 3 ماه سعی کردیم یک پروسه مشورتی رو از چند طریق انجام بدیم. یکی جلسات حضوری بود که سعی کردیم با اعضای کامیونیتی که علاقه من هستن تشریف بیارن و نظرات خودشون رو با ما در میون بگذارن. همین کار رو از طریق فرم آنلاین، فرم نظرسنجی انجام دادیم که افرادی که در تورنتو نیستن یا نمیتونن حضوری به هر حال در جلسات شرکت بکنن، نظرات خودشون رو بتونن به ما انتقال بدن در رابطه با اینکه به نظر اونها اولویت‌های جامعه ایرانی کانادایی که کنگره ایرانیان کانادا باید بهشون رسیدگی بکنه چه مواردی هست. بحث سوم ملاقات کردن با فعالین اجتماعی، فعالین سیاسی جامعه ایرانی کانادایی بود. ما با افرادی که نماینده های ایرانی کانادایی هم در مجلس آنتاریو هم در مجلس فدرال ملاقات کردیم و هم با کاندیداهایی که در رابطه در مجلس فدرال برای انتخابات های گذشته ران کرده بودند. دلیلی که این کار کردیم این که این افراد یک تجربه خاصی دارن و اون کمپین کردنشونه. اینها در مناطقی که همه این افراد هم در مناطق ایرانی نشین در گذشته ران کردن و یا به مجلس هم راه پیدا کردن. اینها به هر حال در ده‌ها هزار خونه رو میزنن در طول کمپین انتخاباتیشون. خیلی از این درها توسط ایرانی‌ها باز میشه و مشکلاتشون رو با این نماینده‌ها و یا این کاندیداها مطرح کردن. بنابراین خیلی اینسایت خوبی، خیلی اطلاعات خوبی تونستن به ما بدن که چه مواردی رو با این افراد، با این عزیزان در میون گذاشته جامعه‌مون در طول کمپین‌های انتخاباتیشون. داده ای که ما از این در واقع دو پروسه گرفتیم، یکی بحث مجمع عمومی و برنامه کاندیداهایی که بعد وارد هیئت مدیره شدن، و دو پروسه مشورتی، این در واقع داده هایی رو تشکیل میداد، ورودی بود که بر اساس اون ما برنامه و اولویت های خودمون رو تعیین کردیم. اولویت های 5 گانه ما که در اینجا هست و اگر اون فلایر ها رو در هم برداشته باشیم روش نوشته شده، یکی بحث تلاش برای تجدید روابط ایران و کانادا هست، دومی رفع و تلاش برای رفع، همه اینا در واقع تلاش شما که در دولت نیستیم، ما یه سازمان ادوکسی هستیم، یعنی تلاش برای رفع مشکلات بانکی که متاسفانه هنوز هم حتی ایرانیان کانادا با اون روبرو هستن، سوم مبارزه با تبعیض و نژادپرستی که خب واقعا بحث مهمی هست در حال حاضر. ممنون میشم اگر اجازه بدیم که من مواردم رو بگم در زمان کورسش و پاسخ در خدمت شما هستیم که بتونیم مسائل رو بگیم، چون به هر حال داره برنامه فیلم هم گرفته میشه که افرادی که نتونستن بیان اینجا بتونن استفاده کنن. مسئله دیگه بحث سنجش
مدارک تحصیلی و مشکلاتی که بسیاری از ایرانیان کانادایی باش روبرو هستن، که مثلا فرض بکنید پزشک، درمانپزشک در ایران یا خارج از کانادا تحصیل کردن، اینجا با مشکلات سنجش مدارک روبرو هستن. و بعدی بحث تشویق ایرانیان کانادایی به مشارکت سیاسی، حالا از طریق رأی گیری، از طریق مشارکت در احزاب و مسائل دیگه هست. در طول تابستون گذشته، تابستون سال 2016، برای اولین بار تونستیم یک برنامه کارآموزی تابستونی رو برای 6 نفر از دانشجوهای ایرانی کانادایی فراهم بکنیم، از طریق کمک دولتی که تونستیم ارنج بکنیم، تونستیم برنامه‌ریزی بکنیم، که برای همین قصد این در واقع این کمک دولتی رو، این گرانت دولتی رو دریافت کردیم و 6 نفر دانشجوی ایرانی کانادایی رو استخدام کردیم برای به عنوان کارآموز در طول تابستون. 4 نفر از اینها با کنگره ایرانیان کانادا کار کردن و روی این برنامه تونستیم با تیرگان هم مشارکتی رو بکنیم، که دو نفر از افرادی که استخدام شدن روی پروژه های تیرگان کار کردن و با اونها هم کار کردن. هدفمون این هست که دوباره در این تابستونی هم که میاد، تابستون 2017، بتونیم همین کار رو ادامه بدیم، حتی ممکنه تعداد دانشجوی بیشتری رو بگیریم و سعی بکنیم با تعداد سازمان‌های بیشتری هم کار. برای اولین بار کنگره ایرانیان کانادا تونست، فکر کنم ماه 4 یا 5 فعالیت ها بود، نه ببخشید فهم 3 ماه اول بود، چون این هم یکی از یک قسمتی از همون بحث نظرسنجی و نیاسنجی بود که انجام دادیم، با نماینده های 20 سازمان غیر انتفاعی و خیریه ایرانی کانادایی جلسه ای رو برگزار کردیم که اینها بتونن مشکلات و مسائل و اولویت هایی رو که روزمره دارن میبینن که جامعه ما با اونها درگیر هست با ما در میون بگذارن و همینطور بگن که خودشون در ارائه خدمات با چه مشکلاتی مواجه هستن. این جلسه واقعا فرصت خوبی رو هم به سازمان ها داد که با هم دیگه آشنا بشن و بتونن همکاری های بعدی رو انجام بدن، که میدونیم که برخی از سازمان ها از طریق همون جلسه آشنایی هایی رو پیدا کردن و کارها و پروژه هایی رو شروع کردن و همینطور به کنگره ایرانیان کانادا این فرصت رو داد که بتونیم با سازمان هایی دیگه در رابطه با همکاری هایی که ممکن هست صحبت بکنیم، از جمله همکاری که با تیرگان انجام شد در رابطه با برنامه کارآموزی تابستونی و یا همکاری که در طول ضیافت سیمور چندین سازمان به ما کمک کردن که بتونیم اون برنامه رو موفق اجرا کنیم. نرم افزاری رو به کمک شرکت اصل 19 تونستیم که روی وبسایت کنگره ایرانیان کانادا قرار بدیم، که از طریق این نرم افزار بازدید کننده ها بتونن مسائل و آخرین گفتگوهایی که در مجلس فدرال کانادا و یا کمیته های مجلس فدرال در رابطه با ایران مطرح میشه و یا مسائل دیگه‌ای که برای کامیونیتی ایرانی مهم هست، بتونن از طریق این نرم افزار مانیتور کنن، کاملا ببینن که کدوم نماینده چه مسائلی رو مطرح کرده و از طریق هم اونجا بتونن باهاش تماس بگیرن، براش ایمیل ارسال بکنن و یا اطلاعات تماس تلفنیش رو پیدا کنن. ضیافت سیمور برای اولین بار امسال توسط کنگره ایرانیان کانادا برگزار شد، که حدود 400 نفر تو این برنامه شرکت کردند و حدود 10 نفر از سیاستمدارا، از احزاب مختلف و از لبرهای مختلف دولتی، شهرداری، استانی، فدرال در این برنامه شرکت داشتند. هدف اصلی از این برنامه این بود که بتونیم خدمات و نکات مثبت رو در رابطه با جامعه ایرانی کانادایی خودمون در جی تی ای در واقع نمایش بگذاریم و از افرادی که فعالین اجتماعی هستن، هم پیشکسوتان و هم فعالین جوانتر کامیونیتیمون که خدمت کردن به این جامعه، از اونها بتونیم از طریق اون سیمور اچیومنت اوارد تشکر. بحث گسترش کنگره ایرانیان کانادا رو من میخوام تو این چند تا اسلاید مرور بکنم. یکی از هدفهای اصلی که همیشه در این 10 سال برای کنگره وجود داشته یا آرزوهایی که بوده این بوده که بتونیم این سازمان رو از مرزهای تورنتو و حومه تورنتو خارج بکنیم و در شهرها و استانهای دیگر حضور داشته باشیم. امسال دوباره این برای اولین بار تونستیم این هدف رو بهش برسیم و در حال حاضر در ونکوور در استان بریتیش کلمبیا تیم محلی رو اونجا داریم که فعالانه داره کار میکنه و اولین برنامه کنگره ایرانیان کانادا در ونکوور هم روز 10 دسامبر انجام شد، که همین برنامه بود که در واقع بتونیم این مسئله رو اعلام بکنیم، آغاز به کار کنگره ایرانیان کانادا در اونجا رو، و همین که
مهمونی که داشتیم آقای مجید جوهری، یکی از دو نماینده ایرانی تبار مجلس فدرال، بتونیم ملاقاتی رو با کامیونیتی ایرانی با ایشون ترتیب بدیم که بتونن اگر علاقمندان در واقع سوالی در رابطه با سیاست‌های فدرال دارن با ایشون در میان بذارن. در رابطه با اون بحث در واقع outreach یا expand کردن گسترش کنگره ایرانیان کانادا، من میخوام یه مقدار در رابطه با بحث عضویت صحبت کنم. یکی از مشکلاتی که کنگره ایرانیان کانادا تو این 10 سال با اون روبرو بوده بحث عضویت بوده و اینکه چقدر میتونه اعضای خودش رو افزایش بده و یا چه مشکلاتی اصلا توی اساسنامه سازمان وجود داره. به عنوان مثال بحث حد نصاب که یک مشکل و یک لیمیتیه رو بحث عضویت. ما اگر بخوام در اول سال در واقع اومدیم در این رابطه یه گفتگویی رو کردیم، یه سری تصمیم‌ها رو گرفتیم که من می‌خوام باهاتون در میون بگذارم. در برای AGM مجمع عمومی سال 2015 کمپینی شکل گرفت که من خودم همراه با حدود 40 داوطلب دیگه همکاری می‌کردیم در طول اون کمپین که بتونیم تعداد اعضای سازمان رو افزایش بدیم. در از طریق اون کمپین حدود 1000 عضو برای کنگره ایرانی آمریکا کانادا گرفته شد و تعداد اعضای سازمان در مجمع عمومی 2015 1500 خورده بود که من روی این جدول و این نمودار براتون نوشتم. در مجمع عمومی سال 2016 این تعداد میرسه به 560 نفر، یعنی 1000 نفر حدودا تعداد کمتر میشه. این واقعا برای ما جای سوال بود. یه سری برها مسائل وجود داره، بعضی از اعضا فقط عضو میشن که از اون افرادی که کاندید هستن از کاندیدای مشخصی حمایت بکنن، بعدش اصلا علاقه‌ای به سازمان در واقع برای خود سازمان عضو نشدن. این همیشه در همه سازمان‌ها که انتخابات دارن وجود داره و طبیعیه. یه تعداد به هر حال از این نظر دارن. یه تعداد ممکن بگیم که از نظر سیاسی عقاید دیگه‌ای داشتن و اولویت‌های سازمان نظراتشون نمی‌خونده و برای همین اونها هم رینیو نکردن. اما یه تعداد زیاد دیگه که از طریق اون کمپین ما عضو شدن، کمپینی که اسمش بود من هم یک ایرانی کانادایی هستم، اونها هم عضویتشون رو تمدید نکردن. من خودم شخصا کاری که کردم اینه که با بین 10 تا 15 نفر از این افراد اون اوایل سال که کارمون رو شروع کردیم باشون صحبت کردم که اینا واقعا دلایلشون چی بوده. و یکی از مشکلات اساسی که وجود داشت اینه که این افراد عضو می‌شدن و اون 10 دلار حق عضویت، اون فرم عضویت بسیار ساده است، چند دلار می‌گذره پر کردن بدون اینکه آشنا باشن با فعالیت‌های این سازمان و یا چشم‌انداز وظایف این سازمان و اینکه قرار این سازمان چه کاری رو انجام بده. و به این دلیل بعداً حالا اصلا میایین که مثلا مایوس شدن به عنوان که خب نمی‌دونستن قرار این سازمان چه کاری رو بکنه و کارهایی رو که انجام میداده در واقع فالو نمی‌کرد اون کار رو که اون درخواست و خواسته‌ای که اون عزیزان داشتن و نیازی که اون عزیزان داشتن. ما به این دلیل، به این دلیل اصلی و مواردی رو که در واقع از این کمپین یاد گرفتیم که چه مشکلاتی وجود داره، بحث عضویتمون رو و در واقع اپروچ خودمون رو به عضوگیری استراتژیمون رو یه مقدار عوض کردیم. و اون این بود که ما باید فردی رو به عنوان عضو سعی بکنیم بگیریم به جایی که در واقع بریم بیرون و یه outbound استراتژی داشته باشیم که بریم دنبال عضو بخوایم سازمان معرفی بکنیم و همون لحظه بگیم که بیاین 10 دلار بدین فرم عضویت رو پر بکنیم. بیشتر باید سعی بکنیم افراد رو با سازمان از طریق فعالیت‌هاش آشنا بکنیم و افرادی که آشنا میشن و علاقمند هستن که بیشتر فعال بشن به عنوان یکی از شیرهولدرها یا مالکین این سازمان بشن، خودشون این تصمیم رو بگیرن که به یک نوعی فارغ التحصیل بشن، به لول بعدی دخالت خودشون، فعالیت خودشون در سازمان بیشتر کنن و به عنوان یک عضو بمونن. اون عضو میشه یک عضو فعال، یک عضوی که برای سازمان میمونه، یک عضوی که در فعالیت‌های سازمان مشارکت میکنه. برای این اپروچ ما این اصطلاح ممکنه خیلی خوب دیده نشه، اما همین بحثی که الان براتون گفتم که جامعه ایرانی کانادایی به طور کلی اگه در نظر بگیریم، ما می‌خوایم از طریق فعالیت‌های خودمون اونها رو معرفی بکنیم به سازمان به عنوان یک ساپورتر. ما اسمی که براش گذاشتیم ساپورتر حامی هست. به عنوان یک حامی در شبکه ارتباطیمون در دیتابیس سازمان افراد رو داشته باشیم و از طریق انگیج کردنشون تو فعالیت‌های مختلف به خودشون در واقع این فرصت رو بدیم که بخوام به یک عضو تبدیل بشن، در مجمع عمومی شرکت بکنن و حتی در هیئت مدیره بعد از اون تصمیم بگیرن شامل بشن. تعداد حامیان سازمان از طریق همین استراتژی که خدمتتون عرض کردم از 4000 نفر که در مجمع عمومی سال 2016 بود امروز رسیده به 8600 نفر. اینها افرادی هستن که به عنوان حامی توی شبکه ارتباطی کنگره ایرانیان کانادا حضور دارن.
بنابراین منظور ما این هست که این استراتژی که این هیئت مدیره از اول امسال گذاشته داره کار میکنه و داره باعث میشه که این سازمان بتونه گسترش پیدا بکنه از نظر تعداد افرادی که با این سازمان درگیر هستن و فعال هستن. از نظر جغرافیایی هم ما سعی کردیم که این سازمان رو به افرادی که باهاش درگیر هستن گسترش بدیم. شما اگه به این نمودار نگاه بکنید، این فقط یک نمونه ایه به عنوان مثال از صفحه فیسبوک کنگره ایرانیان کانادا. اینکه در یک ماه گذشته ما تونستیم 7 شهر یا 7 ناحیه اصلی که تونستیم بهشون برسیم کجاها هستن. خب مسلماً هنوز هم بیشتر افراد، حدود 25000 نفر از جی تی ای هستن. بعد از اون میتونید ببینید ونکوور و در واقع عمومه ونکوور، مونتریال، کلگری و بقیه نواحی که از طریق اونها میتونیم در واقع بریم با اونها در تماس هستن. در رابطه با اطلاعات اعضا که دوست عزیزمون یه مقدار عجله داشتن راجبش، روی اینجا قرار صحبت بکنیم. تعداد اعضا همیشه گزارش رسمی که داده میشه در مجمع عمومی هست و مجمع عمومی به مجمع عمومی این عدد اعلام میشه. کنگره ایرانیان کانادا عضویتش 12 ماهه، 365 روز است. بنابراین امروز ممکنه مثلا 10 نفر اکسپایر بشن یا فردا 2 نفر دیگه اکسپایر بشن. این به خاطر اینکه 365 روز است، رو سال در واقع تقویم نیستش. تعداد اعضا ما حدود 100 عضو رو افرادی بودن که در مجمع عمومی سال 2015 رجیستر کرده بودن، اما چند روز بعد از آخرین مجمع عمومی، این اطلاعاتو معذرت میخوام که حوصله‌تون سر ببره، اما افرادی که مجمع عمومی ها رو دنبال کردن به هر حال این اطلاعات براشون ممکنه که مفید باشه. حدود 100 نفر از می 16 تا می 20 اکسپایر شده بودن، افرادی از ای جی ام 2015. 100 نفر دیگه بعد از می 20 عضویتشون باطل شده. یک تعداد عضو جدید هم توی این مدت به سازمان پیوستن. الان حدود 400 عضوی که بتونه مثلا مجمع عمومی همین امروز شرکت بکنه و عضویتش کارنت باشه، آپ تو دیت باشه، امروز حدود 400 عضو رو این سازمان داره. اپروچ ما این هست که از الان تا مجمع عمومی آینده بتونیم همین حامیانی که کنگره پیدا کرده، 1600 نفری رو که مطرح کردم، اینها رو ترغیب بکنیم، تشویق کنیم که عضو سازمان بشن. اون افرادی که علاقمند هستن به عنوان مالک و شیرهولدر این سازمان بشن. دو تا کمپین اصلی دیگر رو، دو تا فعالیت دیگر رو هم من هایلایت می‌کنم و بعدش دیگه میریم سراغ پرسش و پاسخ. یکی بحث رابطه ایران کانادا هست. در طول روند مشورتی که داشتیم، کانسالتیشنی که انجام دادیم و همینطور در برنامه‌ای که اعضای هیئت مدیره در زمان مجمع عمومی ارائه داده بودن، بحث رابطه ایران کانادا، تلاش برای بازگشایی سفارت ایران کانادا به عنوان یکی از اولویت‌های اولیه مطرح شده بود. حتی برای خود من جای تعجب داشت وقتی که در اون روند مشورتی رفتیم جلسه‌ای با شهروندان ارشد داشتیم، من فرضم این بر این بود، اسامشنم این بود که اونها مشکلات دیگه ای رو ممکنه به عنوان اولویت اولیشون مطرح کنه. اما حتی اونها هم مشکل و اولویت اولی که مطرح میکردم، مسئله نبود سفارت، نبود محلی برای ارائه خدمات کنسولی بهشون بود، حالا ویزا یا مسائل دیگه کنسولی که باش در ایران و کانادا خودشون و یا خانوادهشون روبرو هست. ما بعد از مشورت کردن با کارشناسان، افرادی که در دولت هستن، نمایندگان پارلمان مختلف، به این تصمیم رسیدیم برای اینکه بتونیم در گفتگوهای خودمون با وزارت امور خارجه کانادا بتونیم بهتر عمل بکنیم، یک پتیشن یا درخواستنامه پاش با همه نماینده های پارلمان و دولت کانادا مطرح بکنیم. این درخواستنامه یکی از موفق ترین حرکت ها از نظر بخوایم با بقیه پتیشن هایی که در کامیونیتی ما برای درخواست های مختلف انجام شده، از نظر تعداد و گستردگی امضاها و پخش بودنش رو سراسر کشور، یکی از موفق ترین فعالیت هایی که انجام شده و به سازمان ما هم کمک کرده که بتونیم خودمون رو بیشتر معرفی بکنیم به جامعه ایرانی در سراسر کانادا. 16000، نزدیک 16000 امضا رو از سراسر کانادا این درخواست جمع‌آوری کرده که روی این استایل می‌تونید تعداد بر اساس استان‌های مختلف رو ببینید. در حال حاضر ما کاری که داریم می‌کنیم اینه که با احزاب مختلف، این درخواست‌نامه توسط آقای مجید جوهری نماینده فدرال اسپانسر و حمایت رسمی شده بود، الان داریم سعی می‌کنیم با بقیه نماینده‌های مجلس از احزاب مختلف و مسئولین روابط خارجی هر کدوم از احزاب، از جمله حزب MDP که همین چند روز قبل ملاقاتشون کردیم، با اونها صحبت بکنیم که به اونها هم دلایلمون رو اطلاع بدیم که چرا میخوایم
چرا این درخواست رو داریم، چرا به نظر ما کامیونیتی ما این مسئله براش اهمیت داره و بتونیم احزاب دیگر رو هم همراه بکنیم با این درخواست خوده. مسئله دیگه که من دوست دارم بهش اشاره بکنم بحث فعالیتی بود که خیلی سریع کنگره ایرانیان کانادا در رابطه با فرمان آقای ترامپ در رابطه با توقف سفر انجام داد. ما از اون تجربه‌ای که در زمینه پتیشن کنگره ایرانیان کانادا در رابطه با بحث سفارت و روابط ایران کانادا انجام دادیم و همینطور کمپین یا اون فعالیت‌هایی که در زمینه پرونده خانم بودفر وقتی که دستگیر شده بودن انجام می‌دادیم، یه سری چیزا رو یاد گرفتیم و یه سری تجربه کسب کردیم. اون این بود که باید بتونیم در رابطه با مواردی که حالت اورژانس ارجنت اتفاق میافتن و تأثیر زیادی میتونن رو کامیونیتیمون داشته باشن، بتونیم واکنش سریع و واکنش درست رو از خودمون نشون بدیم، بتونیم سریع با نماینده ها در دولت صحبت بکنیم، بتونیم از طریق تماس با رسانه های کانادا پابلیک اورنس ریز بکنیم، افکار عمومی رو آگاه بکنیم از اتفاق افتاده. و واقعا در رابطه با این مسئله جواب داد فعالیتی که توی 8 ماه گذشته انجام داد. در عرض همون 48 ساعت اول 6 تا مصاحبه رو ما داشتیم با رسانه ها و نماینده های رسانه هایی که از قبل باشون آشنا شده بودیم و سازمان رو آشنا کرده بودیم باشون. به خوب این 6 تا مصاحبه توی 15 تا رسانه و آوتلت میدیا آوتلت کانادایی بازتاب داده شده بود. تونستیم خیلی سریع مشکلات و مسائلی رو که داره برای جامعهمون اتفاق میفته و پرونده هایی رو که تحت تاثیر قرار گرفته با گلوبال افیرز کانادا، وزارت امور خارجه کانادا، بخش کنسولیش در تماس بذاریم که بتونن اینا رو پیگیری بکنن. و کلا فکر میکنم این در واقع توانایی افزوده شده ما رو توی این اتفاقی که افتاد خیلی خوب نشون داد و ما پیگیر این قضیه هم خواهیم بود. خبر خوب بس دادگاه و تصمیم دادگاه بود که امروز جلوی اجرای شدن این فرمان رو گرفت. راهمون راهی که در پیش داریم از این به بعد کجا خواهد رفت و چی خواهد بود. دولت جدید آمریکا روی اون بحث و یا اولویت مسئله رابطه ایران و کانادا و سیاست‌های کلاً کانادا در قبال ایران، اگر بخوام بگم دولت جدید آمریکا، دولت آقای ترامپ، یک مقداری الان وضعیت رو و سیاست رو، سیاست خارجی یا سیاست بین‌المللی در رابطه با ایران رو یک مقدار وضعیتش رو مبهم کرده و باید بسیار در واقع دقت بکنیم که چطور این قضیه، چطور این دولت جدید میتونه روی سیاست کانادا در قبال ایران هم تأثیر بذاره. برای همین خیلی اهمیت داره که اون خواست خودمون رو به تجدید روابط زنده نگه داریم و مطرح نگه داریم که این اتفاق بیفته اگر که به دنبال در واقع تجدید روابط و بازگشایی سفارت هست. گروه ها و لابی های قوی در کانادا هستن که دارن خلاف مخالف تجدید روابط ایران کانادا هستن و الان هم با اومدن دولت جدید بسیار فعال دارن کار میکنن. الان در سنای کانادا لایحه ای رو یکی از نماینده های یکی از سناتورها آورده که هدف اصلی اون لایحه جلوگیری کردن از تجدید روابط ایران و کانادا و ری انگیجمنت بین ایران و کانادا است. ما باید در رابطه با این مسائل آگاه باشیم، هستیم، داریم مانیتور میکنیم و فعال باشیم، بتونیم جایی که احتیاج داریم صدای خودمون رو به این نماینده ها و سناتورها برسونیم و اقدام لازم رو انجام بدیم. به بحث در واقع گسترش کنگره ایرانیان کانادا از نظر تعداد افرادی که به عنوان حامی هستن، از نظر منطقه‌ای و جغرافیایی ادامه خواهیم داد رو همون استراتژی که بهتون گفتم و در رابطه باش صحبت کردم و نیاز داریم که منابع بیشتری، به خصوص منابع مالی بیشتری رو برای کنگره ایرانیان کانادا جمع کنیم. یه سری اقداماتی رو در طول این 8 ماه انجام دادیم. تونستیم یه دفتر، یه محل ثابت رو، آفیسی رو برای کنگره ایرانیان کانادا فراهم بکنیم که از اون محل ثابت استفاده بشه و به هر حال آدرس درست و پروفشنالی این سازمان داشته باشه. اما نیاز هست برای فعالیت‌های مختلف که بتونیم منابع مالی بیشتری داشته باشیم تا فعالیت‌ها رو تخصصی ادامه بدیم. لطفاً عضو بشید. اگر که هنوز آمادگی عضو شدن ندارین، دوست دارین بیشتر با فعالیت‌های ما آشنا بشین، به اون شبکه ارتباطی ما بپیوندین روی وبسایتمون iccongress.ca، فیسبوک، توییتر، لینکدین، جزء اون دنبال بکنین فعالیت‌های ما رو و اون فعالیت‌هایی که بهش علاقه‌مند هستین درش درگیر بشین و مشارکت بکنین. اگر علاقه‌مند هستین کمک مالی بکنین، حتما با من آقای اردیدرا که خزانه‌دار کنگره هستن باهاشون صحبت بکنین بعد از جلسه. و اگر که علاقمند به کار داوطلبانه با تیمای کنگره هستیم، ما الان حدود 40 داوطلب رو داریم که تو این 8 ماه در مواقع مختلف و پروژه‌های مختلف با کنگره فعالیت کردن.
اگر شما دوست دارین در فعالیت‌های بعدی شرکت کنین و کمکمون بکنین، لطفاً بعد از جلسه با من صحبت بکنین و یا با بقیه اعضای هیئت مدیره. ممنون از همه دوستان، مرسی از تحمل و صبرتون که این وقت رو در اختیار گذاشتین.